خب یه سوالی که زیاد از من پرسیده شده اینه که آیا میتونیم از بتا کم کاری بکنیم که بشه کپچر کرد توی فاینال کات؟ شما اگر یه دوربین داشته باشید که ورودی داشته باشه، یعنی در واقع یه دوربین معمولی دیوی، معمولا الان دوربینایی که هستش توی بازار و خروجی فایر وایر داره عموما ورودی کامپوزیت هم داره. خب شاید ممکنه شما بگین که کیفیت کامپوزیت زیاد برای ما جالب نیست و ما کامپوننت میخوایم یا اس ویدیو. طبیعتا کیفیت کامپوننت خیلی کیفیت خوبیه. شما اگر دک DSR 45 به بالا داشته باشید یا هر وسیله کپچری که در واقع هر دک یا دوربینی که از طریق فایر وایر وصلش کنید به مکینتاشتون و ورودی داشته باشه، میتونید خروجی بتاتون رو بزنید به ورودی اون دک. یعنی در واقع این از بتا کم شما، از بتا دقیقا از دک بتای شما میاد به ورودی دک دیوی شما که مثلا DSR 45، از طرفی این وسیله وصل شده به DSR 45 و این طرفش هم وصل شده به مکتون. در واقع اینجا اون وسیله دیوی شما، حالا دوربین یا دک، کار یه پل رو برای شما انجام میده بین بتا کم شما و کامپیوترتون، یه پل میسازه. پس خروجی بتا توی ورودی دک یا دوربین، تو شرایطی که این سیم به مکینتاش و به دک وصل شده باشه. توی یه همچین شرایطی ما چیکار میکنیم؟ همونطور که توی قسمت قبل خدمتون گفتم، کنترل ما یا در واقع زمانی که ما پلی میزنیم، پلی میشه و استاپ میشه، مال زمانیه که مکینتاش شما مستقیما وصله به یه دک. اما اینجا که مستقیما وصل نیست، در واقع دک ما اینجا یه پل میانه است. پس اگر من اینجا پلی رو بزنم روی بتا ماکس من، میگم روی بتا ماکس ببخشید، روی دوربین بتای من یا روی دک بتای من اتفاقی نمیفته، چون در حقیقت اون دک داره یه تصویر رو فقط پلی میکنه. توی این شرایط شما باید دیوایس کنترل رو بذارید روی نان، و اگر شما دقت بکنید الان کلیپ و بچه من دیگه خاکستری رنگ شدن و فقط کپچر ناو دارن. شما تیپتون رو میذارید توی بتاتون، دکمه پلی رو روش میزنید و کپچر ناو رو هم از اینجا میزنید. در واقع از اونجایی که دک شما، دک بتای شما یا دوربین بتای شما نمیتونه توسط فاینال کات کنترل بشه به دلیل اینکه اون دوربین کنترل دیجیتال نداره. دوربین های دیوی کنترل دیجیتال دارن اما دوربین های قدیمی تر کنترل دیجیتال ندارن. شما فقط کپچر نا میتونید انجام بدید، یعنی از اونور پخش کنید و با زدن کپچر نا از اینجا شروع کنید به ریکورد کردن و کپچر کردن تمام فیلمتون. یعنی اونجا توی شروع فیلم پلی رو بزنید، کپچر نا رو بزنید و تو انتهای فیلم وقتی که فیلم تموم شد اسکیپ رو بزنید که عملیات کپچر متوقف بشه. تنها نکته که شاید من باید بگم خدمتتون و شاید بد نباشه دونستنش اینی که اگر شما آجا آی او، در واقع همون آجا آی او اچ دی، یا کارت های دیگه تدوین داشته باشید، کارت هایی که میتونن بتا رو ریموت بکنن، در واقع خروجی 422 دارن، RS 422 دارن، میتونید شما پورت ریموت بتا رو به اونها وصل بکنید و از طریق اون باز همونطور که میبینید کنترل بکنید از اینجا. ولی توی شرایط عادی، توی شرایطی که شما از طریق فایر وایر دارید استفاده می کنید به عنوان یه میانه، یعنی در واقع بتای شما وصل به دکتون و دکتون از طریق فایر وایر وصل به مکتون،
وسیله اول رو نمیتونید کنترل نرم افزاری بکنید. درسته که همونطور که با هم دیدیم شما میتونید دک دیوی یا دوربین دیوی رو از اینجا کنترل بکنید، اما اگر وسیله شما مثلا دک یا دوربین به عنوان یه پل یا وسیله میانه باشه، شما فقط کپچر نا میتونید انجام بدید. خب ممکنه این سوال واسهتون پیش اومده باشه که اگر من کپچر نا بکنم، مثلا یه فیلم 2 ساعته پشت هم کپچر شده باشه، جدا کردن قسمت هایی که من میخوام ممکنه خیلی سخت باشه. یک راهکاری توی فانال کات هست که خیلی این کار رو ساده میکنه. توی درس بعد با همین روش رو میبینیم.